سلام، در این برنامه قصد داریم طرز بازکن گیربوکس اتومبیل پراید، ایبیابی و تعمیرات اون و در نهایت جمع کردن و تنظیم های گیربوکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید رو به شما نشون بدیم. از اونجایی که نیروی محرکه اتومبیل پراید روی چرخهای جلوی اون قرار داره، بنابراین مجموعه چرخ دنده های گیربوکس و دیفرانسیل در یک پوست جا دارن. توجه داشته باشید که گیربوکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید به صورت عرضی روی اتومبیل نصب میشه. در این گیربوکس ها درگیری دنده های کرانویل و پینیون به صورت درگیری دو دنده معمولی است. ابزاری که مشاهده میکنید برای تعمیر گیربوکس مورد استفاده قرار میگیره. برای تعمیر گیربوکس از استند شماره 49-07-680A و پایه واسطه به شماره 49-G-019-0A0 استفاده می کنیم. حالا پایه رو در وضعیت مناسب قرار می دیم. و گیربوکس رو به پایه متصل می کنیم. بعد از اتصال پیچ ها فشنگی دنده عقب رو باز میکنیم. بعد در پوش فنر ساچمه ها رو باز میکنیم. اون وقت فنرها رو خارج میکنیم و توسط یک آهن ربا ساچمه ها رو بیرون میکشیم. حالا پیچ‌های اتصال دو پوسته گیربوکس و کلاچ رو باز می‌کنیم. در گیربوکس رو به آرومی جدا می‌کنیم. مراقب باشید واشرهای تنظیمی شافت ورودی گم نشن. بعد خار قفل‌کن شافت اهرم لنگ رو خارج می‌کنیم. به این ترتیب اهرم لنگ و مجموعه اون به راحتی در میان. صفحه نگهدارنده مجموعه اهرم لنگ رو باز میکنیم. پین‌های قفل کننده ماهک روی میل ماهک کشویی 3 و 4 رو خارج میکنیم. میل ماهک کشویی 3 و 4، دو شاخه کشویی 3 و 4 و اهرم میل ماهک رو از پوسته خارج میکنیم. حالا زمان اون رسیده که پین میل ماهک کشویی 1 و 2 رو خارج کنیم. به خاطر آسیب ندیدن میل ماهک ها باید از یه تیکه پارچه برای بیرون آوردن اونها استفاده کنیم. حالا ماهک کشویی 1 و 2 رو برمی‌داریم. باید پین‌های قفل کننده ماهک روی میل ماهک کشویی دنده 5 و دنده عقب رو خارج کنیم. بعد میل ماهک کشویی دنده 5 و دنده عقب و همینطور ماهک کشویی دنده 5 رو خارج می‌کنیم و اهرم دنده عقب هم جدا می‌کنیم. بعد زامن و پین ماهک دنده عقب رو خارج میکنیم. پیچ تکیگاه ماهک دنده عقب رو باز میکنیم. ماهک دنده عقب و شافت اون رو برمیداریم. به کمک یک آهنربا ساچمه های قفل کننده میل ماهک رو خارج میکنیم. حالا میتونیم شافت‌های ورودی و خروجی رو همزمان از پوسته کلاچ جدا کنیم. در این حال مجموعه دیفرنسیال رو از پوسته کلاچ خارج می‌کنیم. برای خارج کردن کنس بولبرینگ دیفرنسیال از ابزار مخصوص به شماره 49FT01361 استفاده می‌کنیم. عمل خارج کردن کنس و توسط سنبه و چکش انجام میدیم.
همینطور کنس بولبرینگ شافت خروجی رو از پوسته کلاچ جدا میکنیم. تا اینجا کنس های روی پوسته کلاچ رو خارج کردیم و حالا کنس های روی پوسته گیربکس رو خارج میکنیم. مجدداً از ابزار اختصاصی استفاده میکنیم. فقط باید دقت کرد که زایده های ابزار در محل تعیین شده روی پوسته قرار بگیرند. با استفاده از ضربات چکش و سنبه کنس دیفرانسیل و واشرای تنظیم رو خارج میکنیم. دقت کنید کنس های دو سمت دیفرانسیل با همدیگه جابجا نشن. حالا کنس شافت خروجی و واشر تنظیم اونو باز میکنیم و همینطور واشرهای تنظیمی شافت ورودی رو برمیداریم. در این تصویر قطعات گیربکس و دیفرانسیل رو مشاهده میکنیم. باز کردن گیربکس در دو مرحله صورت میگیره. در مرحله اول قطعات رو از روی پوسته باز میکنیم و در مرحله دوم مجموعه دنده ها رو از روی شافت های مربوطه جدا میکنیم. برای جدا کردن قطعات شافت ورودی اول خار نگهدارنده بولبرینگ رو برمیداریم و بعد ابزار مخصوص به شماره 49-0636-145 رو زیر دنده 4 میبندیم. حالا به کمک پرس دنده 4 و 5 رو از روی شافت خارج میکنیم. باید دقت کرد که ساچمه نگهدارنده بوش فاصله پرکن گم نشه. حالا خار نگهدارنده کشویی 3 و 4 رو خارج میکنیم. برای خارج کردن کشویی 3 و 4 ابزار اختصاصی به شماره 49-0710-520 رو به کار میگیریم. توجه داشته باشید که دقیقاً ابزار اختصاصی در محل شیار دنده 3 قرار بگیره. به کمک پرس دنده 3 و کشویی 3 و 4 رو از شافت جدا میکنیم. حالا بولبرینگ شافت ورودی سمت پوسته کلاچ رو در صورت خراب بودن از شافت جدا میکنیم. توجه داشته باشین اگر بولبرینگ سالم رو از شافت جدا کنیم دیگه قابل استفاده مجدد نخواهد بود. در این مرحله از کار همونطور که مشاهده کردید تمام قطعاتی که روی شافت ورودی نصب شده بود خارج شد و در این موقعیت شروع می‌کنیم قطعات و دنده‌ها و کشویی‌هایی رو که روی شافت خروجی قرار دارند به کمک ابزار مخصوصی که در اختیار داریم جدا می‌کنیم. حالا شافت خروجی رو زیر پرس قرار می‌دیم و به کمک یک سنبه با قطر مناسب رول برینگ رو خارج می‌کنیم. ملاحظه کنید از اونجایی که فشار پرس روی کنس داخلی وارد میشه رول برینگ آزادانه حرکت می‌کنه. بنابراین در صورت سالم بودن موقع جمع کردن دوباره میتونیم از این رول برینگ استفاده کنیم. برای خارج کردن دنده 5 ابتدا خار نگهدارنده رو باز میکنیم و بعد ابزار اختصاصی شماره 49-0710-520 رو به کار میگیریم. دقت کنید که تیغه های ابزار اختصاصی درست در محل شیارهای دنده 5 قرار بگیره. اینک شافتو که ابزار اختصاصی بهش بسته شده زیر پرس قرار میدیم و به کمک پرس دنده 5 و کشویی دنده 5 رو خارج میکنیم. توجه داشته باشید صفحه محدود کننده هم همراه کشویی دنده 5 خارج میشه. برای خارج کردن رول برینگ دنده پینیون و دنده 1 اول خار قفل کننده رو در میاریم. در اینجا مجدداً از ابزار اختصاصی به شماره 49-0636-145 در شیار دنده 1 نصب میکنیم. بعد به کمک پرس، رول برینگ، دنده پینیون و دنده 1 رو از شافت خروجی جدا میکنیم. برای خارج کردن کشویی 1 و 2 و دنده 2 اول خار قفل کن رو برمیداریم. حالا ابزار اختصاصی به شماره 49-0710-520 رو زیر دنده 2 میبندیم تا دنده 2 و کشویی 1 و 2 رو به کمک پرس خارج کنیم. مبحث جدید مبحث دیفرانسیل
که بعد از پیاده کردن اون از روی گیربوکس و قبل از جدا کردن قطعات اون باید لقی بین دنده‌های پلوس و دنده‌های هرزگرد محاسبه بشه و چنانچه بیش از حد مجاز بود نیاز به واشرگیری داره. حد مجاز خلاصی بین دنده‌های پلوس و هرزگرد 25 هزارم الی 0.1 میلیمتره. برای جدا کردن دنده‌های پلوس اونها رو حول شافت دنده‌های هرزگرد میچرخونید و به همراه واشرهای کروی از هوزینگ خارج میکنید. برای خارج کردن دنده‌های هرزگرد و شافت مربوطه پین قفل کننده شافت رو خارج میکنید. حتما به جهت صحیح خارج شدن پین توجه داشته باشید. برای خارج کردن رول برینگ دیفرانسیل و همچنین دنده کیلومتر شمار از ابزار اختصاصی 49F401-366A استفاده می کنیم و همراه اون ابزار دیگری رو به شماره 49D027202 جهت قفل کردن کنزها در ابزار قبلی قرار می دیم. حالا دیفرانسیل رو زیر پرس قرار می دیم و توسط فشار پرس رول برینگ رو خارج می کنیم. برای خارج کردن رول برینگ دیگه دیفرانسیل از ابزارهایی که نشون میدم باید استفاده کنید. یک پولیکش دو شاخه ناخوندار، یک قفل‌کن فک‌های پولیکش و یک مغزی. در مرحله اول مغزی رو روی هوزینگ قرار میدیم. قطر مغزی به اندازه باید باشه که به راحتی از کنس داخلی رول برینگ خارج بشه. بعد قفل‌کن رو روی دنده کرانویل قرار میدید. بعد پولیکش رو طوری که ناخونهای فکهای اون درست در فرو رفتگی های هوزینگ قرار بگیره و بعد میبندیمش. توجه داشته باشین با اینکه رول برینگ داره از هوزینگ خارج میشه هیچ گونه فشاری روی ساچمای رول برینگ نیست. بعد از باز کردن قطعات گیربوکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید باید به ایبیابی قطعات بپردازیم. این مجموعه دنده‌هایی است که در گیربوکس پراید وجود داره. شیار دنده‌ها، نقاط کشویی ورودی دنده، قطر داخلی دنده یا تکیه‌گاه شافت از نظر خوردگی باید کنترل بشه. در نظر داشته باشین در دنده‌هایی که قطر داخلی اونها مسلح به هزار خاری است، شیارهای هزار خاری از نظر خوردگی باید کنترل بشه. به خاطر حساس بودن گیربوکس تمام کنترل هایی که راجع بهش صحبت کردیم باید با چشم مسلح انجام بشه. در این تصویر دو دنده رابط دنده عقب رو داریم، یکی سالم یکی هم معیوب، که اونها رو با هم مقایسه میکنیم. محل ورودی دنده و همینطور شیار دنده خرابه که در مقایسه با یک دنده نو خرابی ها به وضوح دیده میشه. حالا چرخ دنده ای رو مشاهده میکنین که در محلهای ورودی کشویی و شیار دنده هاش خوردگی ایجاد شده و در مقایسه با یک چرخ دنده نو عیبهاش قابل تشخیصه. دنده های 1-5 به دنده برنجی مسلح هستند. دنده برنجی دنده رو با کشویی همدور میکنه و عمل تعویض دنده رو آسون میکنه. دنده‌های برنجی در زمره قطعات استهلاکی هستند که به مرور زمان مستهلک میشن و نیاز به تعویض دارن. خرابی دنده‌های برنجی در قسمت تیزی دنده‌ها و بر اثر خوردگی شیارهای قطر داخلی دنده برنجی اتفاق میفته. برای کنترل دنده برنجی اونو در محل مخروطی دنده سوار میکنیم. دنده برنجی رو 10-20 درجه میچرخونیم تا متوقف بشه. حالا فاصله بین دنده برنجی و دنده رو اندازه گیری میکنیم. این فاصله باید حد اکثر 1.5 و حد اقل 0.8 میلیمتر باشه. در غیر این صورت دنده برنجی باید تعویض بشه. مجموعه کشویی بین دو دنده تشکیل شده از کشویی، مغزی کشویی، خارهای موشکی،
و فنرهای علنگویی. در کشویی خوردگی در شیارهای داخلی، نقاط ورودی کشویی به دنده، محل قرار گرفتن دو شاخه ماهک و همینطور شیارهای دنده و نقاط ورودی دنده به وجود میاد. خرابی مغزی کشویی معمولاً در هزارخواری درگیر با شافت و شیارهای درگیر با کشویی دیده میشه. خرابی در خار موشکی بر اثر سایدگی در این سطوحه و خرابی فنرهای علنگویی همون کم شدن قدرت اوناست. دو شاخه های ماهک هم از نظر سایدگی باید کنترل بشه. به این ترتیب که لقی دو شاخه ماهک ها رو در داخل شیار کشویی ها اندازه میده. خلاصی استاندارد برای کشویی 3 و 4 و کشویی 5 از 15 صدم الی 46 صدم میلیمتره و حد اکثر خلاصی برای اونها 51 صدم میلیمتره. خلاصی استاندارد برای کشویی 1 و 2 1 دهم تا 36 صدم میلیمتره و حد اکثر خلاصی برای اونها 41 صدم میلیمتره. بدیهیه که در صورتی که خلاصی بیش از حد مجاز باشه، کشویی یا دو شاخه ماهک باید تعویض بشه. حالا خلاصی بین اهرم تعویض دنده عقب و شیار دنده عقب رو اندازه میگیریم. لقی استاندارد از 8 صدم الی 26 صدم میلیمتر و حد اکثر لقی اون میتونه 32 صدم میلیمتر باشه. در صورت خلاصی بیش از حد مجاز باید اهرم تعویض دنده یا دنده عقب رو تعویض کنیم. حالا رسیدیم به کنترل شافت‌های ورودی و خروجی. شافت‌ها باید از نظر تاب داشتن کنترل بشن. حد اکثر تاب دیدگی در شافت ورودی 15 هزارم میلیمتر و حد اکثر تاب دیدگی در شافت خروجی 5 صدم میلیمتر. توجه داشته باشین در صورت تعویض شافت‌ها خلاصی اولیه بولبرینگ‌ها یا رول برینگ‌ها باید تنظیم بشه. ضمناً باید لقی دنده‌ها روی شافت‌های ورودی و خروجی کنترل بشه. برای این کار به وسیله یک ریزسنج قطر محل نشستن دنده‌ها روی شافت‌ها رو اندازه می‌گیریم. بعد دستگاه قطرسنج رو با این فاصله کالیبره می‌کنیم، یعنی دو فک اونو در فاصله ریزسنج قرار می‌دیم و عقربه اونو صفر می‌کنیم. بعد قطرسنج رو داخل دنده مربوطه قرار می‌دیم و اختلاف قطر داخلی اونو با قطر شافت به دست می‌گیریم. مقدار مجاز این اختلاف حد روغنکاری شافت و دنده است که باید بین 3 صدم الی 8 صدم میلیمتر بشه. در صورت وجود خلاصی بیشتر بین شافت و دنده، شافت معیوب یا دنده خراب باید تعویض بشه. خوردگی محل نشستن بولبرینگ هام باید با چشم مسلح کنترل بشه. در ضمن هزارخواری های شافت هم که با مغزی های کشویی درگیر هستن نباید خلاصی داشته باشن. خوردگی شیار دنده های شافت ها هم بازدید میکنیم و بالاخره مدارهای روغنکاری شافت ها رو از نظر گرفتگی کنترل میکنیم. در این مرحله به بازدید پوسته کلاچ و پوسته گیربکس میپردازیم. سطح پوسته ها باید از نظر شکستگی و یا ترک خوردگی بازدید بشه. همینطور تمام سطوح دو پوسته رو از نظر تاب برداشتن باید کنترل بکنیم. محل نشستن کنس‌های خارجی بولبرینگ هم از نظر خوردگی بازدید می‌کنیم. توجه داشته باشین در صورت وجود هر یک از عیب‌های گفته شده پوسته حتما باید تعویض بشه. در این دیفرانسیل دنده کرانویل به وسیله 6 پرچ مخصوص به هوزینگ متصله. این دیفرانسیل شامل دنده‌های پولوس و دنده های هرزگرده. واشرهای کروی بین هوزینگ و دنده ها قرار می گیرن. توجه داشته باشین که واشرهای کروی پشت دنده پلوس در سایزهای مختلف برای تنظیم خلاصی دنده پلوس وجود داره. همینطور این دیفرانسیل دارای دنده کیلومتر شماره که روی هوزینگ قرار می گیره. در ضمن این دیفرانسیل به وسیله دو رول برینگ حول محور خودش به گردش داره. قطعات دیفرانسیل رو از نظر آسیب دیدگی تحت کنترل قرار میدیم. به این ترتیب که شیارهای دنده کرانویل رو از نظر سایدگی و شکستگی بازدید میکنیم.
هوزینگ رو از نظر ترک خوردگی کنترل میکنیم. همینطور محلهای نشستن کنزهای داخلی رول رینگ روی هوزینگ هم از نظر خوردگی بازدید میکنیم. شیارهای دنده های پولوس، دنده های هرزگرد و دنده کیلومتر شمار هم از نظر خوردگی باید کنترل بشه. به خاطر داشته باشین که برای دستیابی به ضریب اطمینان بالا، کنترل شیار دنده ها حتما باید به وسیله چشم مسلح انجام میگیره. نهایتا محور دنده های هرزگرد باید از نظر تغییر شکل و یا خوردگی در محل گردش دنده های هرزگرد کنترل بشه. تجربه نشون داده که در کنترل رول رینگ ها میباید ضریب دقت رو چندین برابر کرد، علل خصوص در کنزهای داخلی، چون در معرض دید نیستند و ما به ناچار اونها رو به طور حسی کنترل میکنیم، ولی کنترل خوردگی کنزهای خارجی و ساچمه ها رو باید با چشم مسلح انجام داد. بخش باز کردن گیربوکس و دیفرانسیل و همچنین کنترل تمام قطعات به پایان رسید. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.